اما بشنوید که 1000 روز از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دنبال اصابت موشک‌های پدافند سپاه پاسداران گذشته و خانواده‌های جانباختگان این پرواز همچنان برای دادخواهی عزیزانشان و روشن شدن حقیقت تلاش می‌کنند. همکارم مهسا مرتضوی در اتاوا با عمر القبرا وزیر ترابری کانادا درباره این پرونده گفتگو کرده. با هم ببینیم و بشنویم. So first of all, today is to honor. قبل از هر چیزی باید بگویم که امروز روز گرامی داشت یاد کسانی است که در این حادثه و بر اثر اصابت موشک ایرانی کشته شدند. و زمان آن است که تأکید دوباره داشته باشیم بر تعهد خودمون، نه فقط برای گرامی داشت یاد آنها، بلکه برای رسیدن به حقیقت و اجرای عدالت، همانطور که خانواده های آنها هم همچنان و به درستی خواهان این اجرای عدالت هستند. از زمانی که این حادثه روی داد، اولویت ما حمایت از خانواده ها بود. بنابراین هر آنچه که در توان داریم انجام می دهیم در حمایت از آنها که بتوانند از پس سختی ها و دشواری های پیش آمده بر بیایند. در این حال ما خواستار پاسخگویی نیز هستیم. از ایران خواستیم که پاسخگو باشه، ولی متاسفانه هنوز این اتفاق رخ نداده. ما باید بر طبق قوانین بین المللی عمل بکنیم تا مراتب انجام تحقیقات در این زمینه فراهم بشود. البته تحقیقات انجام شده توسط ایران ناقص است، چرا که خود کشوری که این حادثه را رقم زده در روند تحقیقات دخیل است و تضاد منافع ایجاد میکنه. در حال حاضر مشغول کار هستیم بر روی روندهای بین المللی که تا جای امکان آنها را اصلاح بکنیم برای اینکه نقص‌های موجود برطرف شود. گزارش‌های فنی و قانونی منتشر شده و ما نهایت تلاشمان را خواهیم کرد تا ایران را پاسخگو کنیم. ما در حال کار بر روی فرایندی هستیم که از طریق سازمان هوانوردی جهانی ایران را در مقام پاسخگویی قرار بدیم. همچنین در تلاش برای بردن پرونده به دیوان جنایی بین المللی نیز هستیم. ما باید ائتلاف جهانی در ارتباط با این موضوع رو حفظ بکنیم و متحدان ما باید از ما حمایت کنند که در نهایت همه جهان یک صدا خواستار پاسخگویی ایران باشند و کسانی که مسئول رخ دادن این حادثه بودند رو مجازات کنند. معاون نخست وزیر پیشتر نیز امروز اعلام کرد که کانادا نباید تبدیل به بهشتی برای ناقضان حقوق بشر شود. دولت ما بود که قانون مگنیتسکی را تصویب کرد و قبل از آن ما ابزار لازم برای پاسخگو کردن افرادی که به نوعی در فساد و سوء استفاده و نقض حقوق بشر دخیل بودن رو نداشتیم، اما الان این ابزارها موجود هست و از این ابزارها استفاده می‌کنیم. باید اطمینان حاصل بکنیم که کانادا از این به بعد تبدیل نشود به بهشتی برای ناقضان حقوق بشر و همچنین کسانی که به دنبال انتقال اموال تحصیل شده از طریق چپاول ثروت دیگران به این کشور هستند. دولت ما بر این اصل متعهد بوده و چنین افرادی رو به کانادا راه نخواهیم داد. Well.